اجازه بدید کلام من منعقد بشه، بعد هر کس سوالی داشت من در خدمتش هستم. ما سوالی نداریم. چه سوالی؟ ما برای اعتراض آمدیم. اعتراض داریم. تو خانه آمان خریدی که به جاش مجتمع و آپارتمان و سنتر بسازی، نه اینکه یه اتوبان سبانده اینجوری بنازی تو خانه و زندگی ما. باریکلا. بله قبول دارم. باریکلا عزیز، باریکلا عزیزای من، اگر جاده نباشد عبور و مروری وجود نداره. اگر عبور و مروری نباشد داد و ستدی هم وجود نداره. و وقتی داد و ستدی نباشد یه نه تنها خلیل سنتر که هیچ سنتر دیگه به درد نمخوره. خود داده یه بارکی بگو آماده شدن وعدای خلیل سنتر 10 سال زمان موردیه. ده سال؟ بله. پا چرا تو خانه من خریدی خلیل؟ ها؟ من پیرم ها 10 سال دیگه زنده میمونم؟ خیر آقا یه لحظه، کی؟ من نمیدانم چه کسی گفته 10 سال، شایدم بشه 10 سال، ولی من به شما قول میدم اگر با بنده همکاری بفرمایید من خیلی زودتر آمادش میکنم. آقا تو از هم بگو 5 سال. 5 سال دیگه من زنده میمانم خلیل؟ خیر. خیر و زهر ما، خیر و کوفت و کاری، خیر درد و بیدرمان. آخه در قطع وقت نشناس، تو بغیر از مرگ من هدفی انگیزه چیزی تو زندگی نداری؟ آخه باید گوشت ها که عجب آدم نوجوان مردی ای خلی. برای که نبینم، برای که نرمو، تو از ساخت و ساز این جاده مطلع بودی و هیچی به ما نگفتی؟ نه هیچی به ما نگفته، ولی کور خاندی خلیل، کور خاندی. ما مطمئن باش اجازه نمیدیم حتی یه وجب خاک این روستا تخریب بشه. تخریب، تخریب. برای من عجیبه که از که تا حالا یه بالادهی حامی پایندهی ها شده. آقا رامین عزیز، من درد تو میدانم. شما از خشک شدن رودخانه و سوختن زمینادان میترسید. خشک شدن رودخونه کم چیزیه؟ همین جاده بعد ده ما از وسط جنگل میگذره. بله. والا جمعیت گوزنای زرد به خاطر همین جاده و تصادفات به باد رفته. بله. فریده خانم عزیزم، دیگه گوزن زرد خس شده این روزا، دیگه قهوه‌ای هست، کرم قهوه‌ای هست. پدر و نیکان ما چطور؟ همه اونا تو این آبادی خاک شدن. خدا بیامرزدش. اگه اینجا جاده بشه ما کجا بشینیم؟ یه فاتحه بخونیم و دو قطعه عشق بریزیم. آقا یه لحظه اجازه بده. یعنی شما نمیتونید وسط جاده فاتحه بخونید؟ حتما باید این لباسات خاکی و دلگلی بشه تا خدا قبول کنه. آقا خاکی بشیم خیلی بهتره. اصلا شاید قبل نیاکان ما افتاد تو لین سرعت. اون موقع ما وسط فاتحه یک بار یک ماشین بیاد بزنه به من. این عین کلاهبرداریه. بهتون گفته باشم ایشون 51% بومگردی منو صاحب شده که تخریبش کنه وسطش هم جاده رد کنه. جناب علی اگر مجوز بومگردی داری تشریف بیار شکایت بکن. فکر کردی من یادم رفته که وقتی اسم بازپرس و سرکشی بالادستی ها می آمد این موج می رفتی داخل سوراخ قایم می شدی؟ خلیل سنتر اینقدر دور بر ندار بابام. او برابر مصوبه شورا او مور 51% که خورده پاو کاغذا به وقتش هم می تانه یه مور باتری باد بزنه پاو کاغذا. جدی؟ بله. شما داخل این قانون سفت و سخت دان، آیا مجازاتی هم برای اون سوداگرانی که یه شب 300,000 دلار غیب میکنن چیزی دارید؟ نه. میدانی چرا؟ چون شما فقط زور دان به من میرسه. میدانی چرا؟ 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 چون من مانده نداره. های های دوباره توجه کنید، این که داره با تون صحبت میکنه مهندس سهیلا ژال است. بلند میگم که همه خوب بشنوید، چون عادت ندارم یه جمله رو دوبار تکرار کنم. مهندس سهیلا ژاله وقتی تو مزایده جاده سازی برنده میشه عمره مسدش جا بزن و هیچ چیز جلودارش نیست. اگر خونه هاتونو به من بفروشین
به قیمت و با احترام میخرم و جادمو میسازم و اگر به من نفروشین بی احترام و زیر قیمت میخرم و باز هم جادمو میسازم. گوش کنید، تاریخ آینه عبرت انسان هاست. یه سرچ خیلی ساده بزنید و در مورد سرنوشت کسانی که با مهندس جاله در افتادن مطالعه کنید. تکرار میکنم، من جادمو میسازم. عجب سخنرانی تاثیرگذاری بود، بارک‌الله. دوستان گرن هم را حلق میشه. بنده به اتفاق دسکن و همین ملعون رفتیم اون جده سازی و نره دیدیم و واقعا من خیلی ناراحت شدم. خیلی ناراحت شدم، یعنی جده قشنگ وسط من میگذره، وسط عبدی من میگذره. ولی این سوالاتی کردم و به یه نتیجه خوبی رسیدم. ایشالله به احتمال صدی بنواد، به احتمال صدی بنواد موفق میشیم. ما باید یه توماری آمده بکنیم. تومر آمده بکنیم و همه زیرش امضا بکنیم. اگر تعداد این امضاها به حد نصاب برسه، ما به راحتی میتونیم جلوی جاده سازی اینا رو بگیریم. بالا اوسا قلم بگیر، کلی کاغذ سیمی داره، اونو بده به من. تو پسرموی منی؟ داری کار میکنی؟ داری عم داخل آون میکوبی؟ عزیز من خدمتت میرسه. بله همه باید زیر این امضا بکنید. بعد من بالاشو پر میکنم که من پوست میره بکنم. همه شاید از پس میگیرم. آره میبینی؟ تا شما این کاغذ بازیادانه بکنید جاده از وسط رسیده به وسط ده پایین. بیا بیا اینجا با احالی محترم خانوم آقای نواسدان باشه دارید به چه کسی اعتماد میکنی؟ بابا کسی که یه شب میگه من 300,000 دلار پیدا کردم فردا شبش میگه گومش کردم که گرگی از لباس میش. کیم زنه کرده؟ آقا من دوستت دارم، خوبی ردیفی، من همیشه جوی احوال شما هستم. حرفت بزن، میخوام برم کار دارم. بار آخرتم باشه بدون هماهنگی قبلی ماچ کردی. تو تخم چشمام عمو کابوس کجا؟ شما گفتی الان یه مهرتو بزنی 51% خلیل باطل میشه. اونو بزن، من خودم نوکرتم، خودم غلامتم عمو کابوس. دیگه دیر شده سلطانی، اون موقعی که افتخار دامادی به دادم نشان دادی که لیاقت غلامی منم نداری. عمو کابوس بله دارم، والا بلا دارم، خوبشم دارم. نشون بدین، نشون که همین الان کت شلوار خواستگاری رو من دادم خوشجویی. برو بپرس کجا عمو کابوس. آقا میگه در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. عمو کابوس میگه کش قاتل نمود اول ولی افتاد. مشکل نکن تو رو قرار عمو کابوس. بابا آقا نوری، آقا نوری، یه لحظه جایزه بده خانم. نمیدونم از من چی میخوایی، حتی اگر بتونی منم سر به نیست کنی، هستن نور دین هایی که اجازه ندارن که شما این عبدی ویران بکنی. نه من کاری ندارم، یه لحظه شما فقط اینو ببینی. چیه؟ ببینید این عکسو خانم. عکس من تو کیف شما چی کار میکنه؟ این عکس شما نیست، این عکس پدرمه. 6 ماه پیش عمرشو داده به شما. خدا بیامرزدش، مرگ حق دیگه. با اجازه، با اجازه. آقا جون شما احمدی خاک اینجا رو به توبره بکشی بعد به من میگی آقا جون؟ اصلا تو میتونی دختر من باشی؟
نوردین خانزاده اگه 100 سال زیای دیگه زندگی بکنه، دختری که منفعت شخصی و مالی خودش به گذشته و آینده و سرنوشت دیگران ترجیح بده، نه داشته و نه خواهد داشت. بچی شما فکر می‌کنی حقوق بازی تنها هیچکی نفهمیده؟ چند روز دیگه میاد شما رو می‌گیرن. حالا می‌بینی. روز خوبی داشته باشی. یا عزت من نه بابا خدایا بس دیگه، اگر روزی چند بار بنده بعد مرده از مشه لاهی قرار بگیرم. روشن شیرین بابا گم بدوین بدوین بابا تن دوباره دست گل بر عبد دادم بدو. 70 80 90 100 اونو ریبی هم آمدیم. نه بابا گم، من دارم دنبال یه جای مناسب میگردم، شما بیشتر بشمر. به به این به چه عدیزه این شما تتنیزه؟ نه من پسر خالل تونم از سهلان اومدم، شنیدم که خونهشون خلاب شده تو سیل، اومدم واسه کمک. ای بریکالله ای بریکالله، خب باشو با اینه بازی کنم، باشو قیم شد تو هم. من که دیگه بچه نیستم که از ما گندشته دیگه. بس بگی ببخشید پذیره ای کنی بچه به من داریم. بابا گیان ایده واقعا شباهت نیست، رسما دو قلوهای همسانی. والا من کلن هی قاطی کردم، نمیدانم این یکی بابای ماست یا این بابای خانم مهندسه. آقا بابا شما منم که اینجا نشستم، اینم اونقدرم که شما میگی شبیه نیست. اون نگاه کن فرق از بغل باز کرده، در حالی که من موام همیشه کپ وحشی درست میکنم. لحظه ای که شما رو دیدم یه قلبم تیر کشید، انگار بابامو دیدم. آخه بابام روز تولدش فوت شد. ایوه. چند ساعت قبلش به من زنگ زد گفت بابا جان سولی شام درست کردم، بیا با هم شام بخوریم. من احمق گفتم بابا نمیتونم وقت ندارم، باشه آخر هفته میام. آخه خدا بیامرزدش، خدا رحمتش کنه. پدر مادر تا زنده انسان باید بهشان رسیدگی بکنه. همین رخش بیقرار بابا روجا نمیبینین؟ ازدواج کرده، رفته، یه بچه هم داره، ولی شام همیشه اینجاست. حتی بعضی وقتا سرزده میاد، شام هم نداشته باشیم، شام منو میخوره و تشریف میبره. من گرسنه نمیخوابم. بابا گیان، شما واقعا هیچ موقع هیچ برادری نداشتی؟ نه بابا گیان، نداشتیم. کلن پدر مادر من 3 سال با هم دیگه زندگی کردن، بعد فوت کردن. که ما حاصل این 3 سال یه پسر بوده 3 تا دختر. خب یعنی به لحاظ ریاضی هم اگر حساب بکنین ما حاصل بیشتر از این نمیتونه داشته باشه. گیان بیایم، خسته شدین دیگه. نه بابا گیان، جای مناسب پیدا نکردم، دارم میگردم، شما بیشتر بشمن. ببخشید من اینجوری ظلم میزنم بهتون، نگاه میکنم. آخه آرزون بود یه بار دیگه بابامو ببینم. این اواخر رابطه خوبی نداشتیم، اکثر مواقع با هم قهر بودیم. میگو بس بعضی از کارات راضی نیستم، تو مردم دار نیستی، گذشت نداری، کارتو به همه چی ترجیح میدی. آفرین آفرین، احسن به اون بابا که چقدر شناخت دقیق و موشکافانه از شما داشته. ای بابا گیان گناه داره، دل شکسته. اشکال نداره، بذارین بگن روژان خانم. وقتی اینا رو میگن انگار بابام داره این حرفا رو به هم میزنه، برام یه دنیا میارزه. همیشه تو خونه ما هم صدای استاد پخش میشد، پدرم خیلی علاقه من بودن به صدای ایشون. البته صدای استاد نیست، صدای فریبرزه. دو تا پیشنهاد مالی خوب بهش دادن، گفتن که اگه زنده از وسط گرگا برامون فیلم بفرستی بهت پول میدیم. اینا هم داره تمرین میکنه نکبت. خیلی خوب بگم، با اجازه من رفتم. خدا برو به سلامت بابا گیان. من دارم میرم که جلوی کار شما رو بگیرم. در واقع ببین شده، اگه ما 10 تا چادر جلوی اون کوه بزنیم میزنیم، 24 ساعت هم کشیک میدیم، نگهبانی میدیم، ولی نمیذاریم جاده شما از آبادی مرد بشه. اون جاده مجوز داره، من فقط یه مجری هم آقا جون. آقا جون؟ بابا من گفتم به من نگو آقا جون دیگه، کلافه میشم. ولی بذار یه نصیحت پدرانه بهت بکنم. ببین کاخی که آه و افسوس مردم بیچاره پشتش باشه، بالاخره یه روزی رو سر همین کاخ نشینم فرود میه. اینه داشته باشه بابا گیان. بری چه نمیذاری بشت بگه آقا جون؟ نه، وقتی دل یکی با گفتن یه کلمه خوش میشه چرا دریغ میکنی آخه؟ نه بابا گیان، نه نه بخونم، نه نه خواهش. بس ببخشید، ولی خیلی
سمیمنه نباشه، مثل یه آقا جون معمولی. نه یواش. خیلی ممنون آقا جون، لطف کردن. قربانت. خب فقط بی زحمت شما دیگه اینجا تشریف نیارید. نه نه، این خانه قابل شما رو نداره، ولی چون اهلی الان رو شما حساسن، یه موقعی خدای نکرده با من ببینن میگن اینا تبانی کردن، اینا حزت هر دل میارن. چشم آقا جون، قربانت. فقط میشه لطفا منو سولی صدا کنین؟ آخه آقا جونم همیشه اینجوری صدا میکرد. چی صدا کنم؟ سولی. سولی؟ یعنی من تخریبگر ده آبا و اجدادیم سولی صدا بکنم؟ مثلا حرفیشه نزید، حرف نگاه کنید تقصیر شما هسته، چون سر آقا جون کوتاه اومده فوری سولی ها کشید وسط. او نداره بابا. چه او نداره؟ نه 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 بابا گن، نه دیگه سولی بی سولی. هفتاد، هشتاد، نود، صد. امو نوری بیا، ام آمده ای؟ بیا 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 بیا. چرا اونجوری نگاه میکنی؟ خب وزیرت یه جایی بود که میتونستم بزن. خب میتونستی هم نزنی، وزیر غریبه که نیست، وزیر داداشته. من که یه داداش بیشتر ندارم. بگو بینش بگم. آها اینم میذارم اینجا که توالت راحت بشه. وزیرم رو زدی؟ من همین الان وزیر تو بهت بخشیدم. خب میخواستی نبخشی؟ من از اون پادشاهی نیستم که اسیر مکر زنانه بشم. مکر زنانه؟ الان حرکت تو مکرانه بود یا من؟ پس رو مثلا من خواهرتم. بابا فریده چه توقعی داری تو؟ آخه یه آدم بی احساس خواهر و غیر خواهر حالیشه؟ به خدا هیتلر پیش این شکسپیر عاشقه. خیلی خوب، حالا تو هم سوء استفاده نکن. بیل زدن تموم نشد، همه حیاتو به هم زدی. بابا مگه ندیدی داداش نازنین چه گفت؟ گفت به نام هر چی که به دوزه یه جای چال میکنه. حتما جبه نازنین منم همین جا یه جای قایمش کرده دیگه. فکر کنم همین صندوق من همه این اطراف باشه. چیکار کردی؟ بازیه دیگه. کیه؟ منتظر کسی هستی؟ هر کی از قدمش سر چش مهمان با خودش برکت میاره. یه وقت دنبال سرباز فراری نمیده باشه. آه نه ترس، اگه غریبه بودن آمار منو ندین. باشه باشه، خیال راحت باشه. باش نریم تو کنم بودرخت خوابا، من اونو حساسم. اصلا برو تو وان هموم، خودم میام پردشو میکشم. بذار خودم بیام، سب کن. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید کار خاصی داشتی در منزل ما رو زدین؟ یه سرباز فراری توی خونه به ما گزارش شده.
خودشون میان بیرون یا ما خدمتشون برسیم داخل. کدام آدم بیشخصه چنین گزارش غلطی به شما داده ها؟ بعدشم شما که حکم نداری بدون حکم نمیتونین وارد بشین. این مجوز ورود ما به داخل خود ایبی نداره. آقا به زور که نمیتونین وارد خانه ما بشین. به زور که شما نمیتونین وارد بشین. تو وانه رفی تو دست شب در دوم. آقا من هول ندین. یعنی چه؟ یعنی چه بازور وارد خانه ما میشین؟ آی فریده، فریده اینا حکم دارن، فریده فریده بیچاره شدیم، فریده چند دفعه بشت گفت زمینه را ندیم دیو خانه. آه خدا خدا این بیکسی نه اجازه بگیم، نه بریدش بذارید من بهتون میگم چیشون میگم، نه بریدش اجازه بگیم سب کنی الان من بهتون میگم چیشون میگم. آه تو اینجا بودی آه بهتون آقا یه دفعه اجازه بگیم کنید. داداش من بی تقصیره، داداش من بی تقصیره، این متهمش فرار کرد، این به خاطر ترس از اضافه خدمت نتونست بیاد اطلاع بده. به خدا این بچه نزدیک 25 سال خدمت کرده، اگه 25 سال سیگار میفروخت الان رئیس مرکز دخانیات کشور بود. ببرش آقا نبریدش رو خدا، تو رو خدا نبریدش. آقا کیوان جعبت فقط پام رفت روش. آخ جان آره خودشه خودشه جانم. به به خدایا شکرت، خدا صد هزار دفعه شکر برای نعماته. این چیه دیگه؟ این چیزه دیگه، این چیز آقا من جعبه برای مهم بود، محتویاتش من کاملا بی اطلاع از محتویات داخلش. ببخشید جناب سلمان، میخواین در جعبه رو فضولی میکنم باز کنید؟ شاید چیزهای دیگه ای هم اونجا باشه. جعبه رو بده من. جعبه رو بده من. ببخشید من فضولی میکنم، ولی بنده به عنوان کسی که 25 سال متهم اینور اونور میکنم، این خیلی مورد داره، یعنی اگه جرمش بیشتر از من نباشه کمترم نیست. سرکار خودم، من خودم چالش کرده بودم که دستش بهش نرسه، اینقدر بیل زد تا پیداش کرد. پس این جعبه قطعا مال ایشونه. بله بله یقینا، شک نکنید مال ایشونه. پس شما هم با ما تشریف میارید؟ من به هیچ اجرام سروان نه آخه ببین فرید لزومی داشت شو بگی جعبه مال منه؟ جناب سروان من داشتم باخشه رو بیل میزدم، خود جعبه برای من مهم بود که یادگاری مامان خدا بیامرز و الا محتویاتش برای من مهم نبود. آقا خواهش میکنم یه دقیقه واسید، من میخوام با زن مرد بزنم یه دقیقه. فریده به من یار بگو، تو قسمتی از آثار وجودی منی، پاک زندگی کن و عاشق زنت باش. خودم هر وقت دلت گرفت یاد من بیفت، بدان که یکی از توی دنیا مثل کو پشتته. آقا حرکت آهای بفرمید برید. خسرو آی خسرو رو بردن این خدا چی کار کنن؟ خسرو روسایان عزیز، همانطور که مستظر هستید رفتار خلیل خانزاده همواره با شما لبالب از رفت و مهربانی بوده. میخندی پسرمو؟ ولی اگر بخواید به این رفتار ناشایست و غیر متمننانتان متمننانتان ادامه بدید، مجبور میشم روی دیه از خلیل خانزاده به شدان نشان بدم. آی محترم با منی؟ معیار بی تمدن، دارم حرف میزنم جون دلم، با منی؟ تو همین دیشه برداشی و همه دلار رو به فنا دادی، ما این دیوانه کشادی تو دست و بیابان و دلو چار کنم حرف حساب من گوش نمی کنی؟ اگر اجازه بده، اجازه بده، اون دلاره هیچ ربطی به این جاده و این آبادی و نن نداره. اون اگه صاحبش پیدا بشه بنده خودم پاسخگوام، اصلا به کسی ربطی نداره. خداوندا مقداری خندیدیم. نونخم و پاسخگویی عزیز من، شما همین که متوجه شدی جاده داره رد میشه رفتی دلارای پنهان کردی، میدونی چرا؟
به خاطر اینکه ایجاد ناامنی بکنه در روستا، برای اینکه شما مجبور کنه به همین خانه و خانه های سیل زده و نم کشیده دار بسنده کنی تا آخر اون. آی آقا احترام آقا نوری نگه داره. آفرین. اصلا رقم دقیق این دلارا چقدره؟ بگین من همشو یه جو پرداخت میکنم. واسه چی میخندیم؟ من دو تا پیشنهاد کلون دلاری دارم. اگه از وسط گرگا زنده آواز بخونم دو شبه این پول در میارم. باشه بخندین. وقتی که با یه ساک پر از دلار برگشتم، اون وقته که همه تون در خونه من صرف میکشین. ببخشید آقا فریدپور، مگه شما خونه داری؟ آها منظورت خونه آقا نوریه. باشه بخندی. چه تو ثابت میکنه. خب عزیزان هم بلایتی های عزیز، به لطف آقا فریدپور مقداری خنده به لب ما نشست، اما الان دیگه وقت اتحاده. عزیزای من، ما همه یکی هستیم. الان به جای اینکه شما چادر بزنید، مسیر ببندید و جلوی جاده بگیرید، باید با هم متحد بشیم، تشریف بیارید ایور، دست در دست هم برای ارتقاء آبادانی روستامون تلاش بکنید. ببخشید امو خلیل، نگاه به خنده ما نکنید که خنده ما از گریه غم‌انگیزتره. من نمیذارم اینا یک قدم پاشونو تو خاک ما بذارن. از این خط به بعد حریم ده پایینه. اگه جرأت داری پاتونو بذارید این برای خط. آفرین. ببخشید سلمان جان، الان میشه بگی منظورت از این خط کدام خطه؟ منظورم این خطه. اجازه بده. بیا آقا بیا. حالا بگی یه بار سلمنگیان بهتر نیست توان بری تو تیم او؟ نه دور و این خطی که تو کشیدی از این به چه کاری میه اینجا؟ نه 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 آقا نوری ببخشید، سلمان هم مثل امو عزیز مشکل انحنای ستون فقرات داره، کمان فقراتی هستش. بریم از مبدا. ببخشید. خب بری. بیا 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 بری. بیا 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 پشت پاس باز باز هنگه خواست ما یکم باز بچه خوب آخر خوب باید افرین 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 خوب دوستان یران و همراهان همیشه گی ما از امشب باید توی این چهاریوره نگهبانی بدیم. دوستانی که تمایل دارن نگهبانی بدن لطفا برای ثبت نام به اسخولم مراجعه بکنه. باش باش. ولی چون اسخولم سواد نوشتن نداره بعدش به ادریس مراجعه. ولی چون ادریس هم چشمش ضعیفه، عینک نتونسته بخره، به کاوان مراجعه بکنن، اونجا ثبت نام بکنن که آماده باشیم برای نگهبانی. قربانت. بسیار خوب دوستان عزیزان، من حرفام زدم، فقط خواستم متذکر بشم که سرکار خانم مهندس سهیلا جاله با هیچ کس شوخی نداره. این جاده هم جاده بسیار استراتژیکیه. چیه؟ و قراره این جاده پایتخت رو به غرب کشور، مسافتش رو به میزان 45 دقیقه و 20 ثانیه و 15 صدم ثانیه کاهش بده. میخوام 100 سال سیاه کاهش نده. اونا صبح تا شبشونه تو اون ترافیک پایتخت میگذرونن، تو اون دود و دم. اون وقت معطل اون 45 دقیقه و 20 ثانیه چند بود؟ 15 ثانیه تو هست؟ کم هرز بخور. برصورت من حرف مزدم. آن دوستانی که خانه شانه به من فروختن که دیه دستشان به جای بند. ای بند بخشی. ولی او عزیزایی که خانه شانه به من نفروختن توجه کنن. ایجاده دقیقاً از در خانه دان، چفت خانه دان، بغل در خانه دان رد میشه. چطوری؟ مثلا اگر یه خاوری دنده عقب بگیره این اگزوزش میاد داخل اتاقا دان. خود دان من نمیخوام اگزوز خاور بیاد تو اتاقا. بس بسم الله بیاد همراهی بکنید، دست به دست هم بدیم تونل شروع بکن. آقا بفرمایید. آقا بیرم چیه؟ رامی 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 رامی
به جان این نقی که ارزشش از طلا برام بالاتره، اگر یه وجب از این خط بیاید اینا، یه دایره خوشگل، یه خال خوشگل میندازم بین دوتا ابروتات. خاله ها، خاله خوبه. برای مسئله میکشی رامین؟ آره. من مادر ندارم. آره. عزیزای من دقت بفرمایید، چه کسانی حامی ده پایین شدن؟ یه ده بالایی؟ آره. کسانی که وقتی ما آب نداشتیم و زمین هامان سوخته بودن، اینها در ناز و نعمت زندگیشان نمی کردن. کوتا بیاد یا آخلی، گذشته ها گذشته. ما الان باید پشت همدیگه باشیم. امروز آمدن سراغ شما، فردا روزی میان سراغ ما. یه دقیقه اجازه بدین آقا نوری. هزینه احیای گلخانه ده پایین صفر درصدش به عهده ما، اونم به خاطر اینکه روابط بین دو روستا ان شاءالله حسنه بشه. بزن به افتخارش. مزارت گلبرن نوردین جان بی خودی دست نزن که عمو کاوز آشتی نپذیره. بعدش هم کمیته امداد گفته خودم دوباره میام کمک دارم میکنم. خب پس چی دیگه؟ پاسخ جواب ده گرفتی؟ پرسش سوال ده گرفتی؟ عزیزای من، ما اینجا برای یه قلدقل حقوق نمیدیم به اینان. بفرمایید یه سر کار دار. برو از هم بگم. ای وای، پسر فرامنه بالاخره به هوش آمد. موتورت شد. موسیقی کنم، موسیقی کنم، زود بیا. زود بیا بلر ازش بگی تا به هوش. ای بچه، پنجاه بار قبلا خواندمش. پسر فرامنه است. آیا بنده وکیلم؟ بله. میدونی چیزا؟ خب بله، بله نه ها، بله به افتخار پیوند مبارک بین دو روستا و زباد یک زوج عاشق کفه مولد. من این بله قبول ندارم. چرا خب؟ داماد نگفت بله، در واقع سوال کرد، گفت بله. اوه کم گیری حالا کی بده دیگه؟ ما همه اینجا بودیم، شاید این که این جوان رنه خوشعتی گفت بله. بله بله بله، چه گیری کردم با این جنازه 20 کیلویی. سلام بر عمو کاووس جان گل، پدرزن آینده. عمو کاووس جان، من از حالا میخوام شما رو پدر صدات کنم. آه، چند بار بهت بگم درست سالم، تو حق نداری بدون هماهنگی قبری من ماچ بکنی. عمو کاووس چرا دم در نمیخوای منو تو دعوتم کنی؟ هنوز اون قضیه مه ناراحتی؟ هزار تا مهر فدای یه تار موی ماه کاووس خانم، اصلا نمیخوام مهر بزنی. شما یه سال دیگه مهر بزنی خوبه؟ میخوای شیش ماه دیگه بزنم و کابوس؟ شما تا دو هفته دیگه من این مهر نزنی، اگر دیدی من حرفی زدم شما هرچی بگی درسته. سلطانی دیگه دیر شده. چی دیر شده اما کابوس؟ نگاه به این مواج و گندای من نکن. من همین الانش یه جوون 20 ساله برای ازدواج مستعدترم. آمده دادش جانم. برو ان شاء الله قسمت شما، ان شاء الله خوشبخت باشی، سعادتمند بشی عزیزه، همه جوانا ان شاء الله. بفرمایید بفرمایید. عمو کاوستش به افشیش کدام پدر در مقابل عشق تنها دخترش قتلم بکنه؟ ها من اینه در سکوت خبری انجامش دادم، تو هم حواس جمع باشه به کسی چیزی نگه. همون کابوس سیگار داری؟ تر کردم دادت.
اوکالیپتوسه؟ آره، یه کمی میسوزانه. خیلی هم میسوزانه.